مرسی 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 خانم آقایون، خواهش کنم باز هم یه دست آنچنانی برای بند ما بزنید. ماشاءالله یکی از یکی محتر، واقعا خیلی قشنگ میزنن، خیلی خوب میزنن. با تشکر از واقعا محمد مقدم، باز هم دست محکم بزنید براشون. بسیار عالی آقای سعید خان، خیلی ممنون. همونجا خیلی متشکر. درست گفتم آقای داداش، خیلی متشکر. میشونم که الهام، الهام چه اسم خوبی داره. اینم که دوست خودم براش دست بزنیم. خواهش میکنم علی. خب دلتون میخواد چی بخونم براتون؟ چی چی؟ نمیفهمم چی میگه. بد بد؟ مرمر؟ مرمر آخه الان خسته میشین آخر شبه، مرمر مال اول شبه. ایز بدین یه آهنگ ترکی بخونم. خب من دیگه باید کم کم شب بخیر رو بگم، و با این که دلم نمیخواد برم، ولی خب دیگه باید رفتنیا برم به قول معروف. در نتیجه باید شب بخیر بگم بهتون و انشالله که شب برای همین من میخوام بگم بهتون که پرنس رضا پهلوی برای که رژیمم سوء استفاده نکنه خاموش شد با عربستان سعودی، الان دیگه صلح کرد فلان کرد، بخواد دکون اپوزیسیون جدیدی که باز شد ببنده، نه، پرنس رضا پهلوی میاد و شما به اون میپیوندید، اون مسیر خودش میره، بعد دیگه هر کی دلش خواست میره با اون پیوند برقرار میکنه. انقلاب نوین ایران، شهریاری تاریخی ایران به دو سه نفر بستگی نداره. ما به همه امکان و موقعیت این رو دادیم که در کنار هم قرار بگیرن. اونهایی که میخوان تکروی کنن و خود بزرگ بینی کنن، خواهید دید، خواهید دید مثل برف آب خواهند شد، مثل برف آب خواهند شد. من میخوام سر تعظیم فرود بیارم پیش اساتید بزرگی مثل امیر طاهری و شاهین نجفی و دیگران که من اسمشون نمیخوام بگم، میدونم اعلام همبستگی کردن با پرنس رضا پهلوی. این کار رو دنبال کنید، ادامه بدید و پرنس رضا پهلوی از اون فاز سابق میاد بیرون، خودش میشه محور، محور خودش میشه، بعد اونجاست که هر کی خواست بومه پیوند، بعد همون محور رو ما میبریمش بالا، همچون که بقیه رو بردیم بالا، میره بالا، میره بالا، محور میره بالا، شما میبرید بالا. ما یعنی شما، ملت ایران، ملت سربلند و مقتدر ایران، مقدسم فقط انسان هست و برای ما فقط ایران مقدسه، هیچ دینی، آیینی، هیچ شخصیتی مقدس نیست. شما اگر دیدی مادرت در خریت روسری گیر کرده، قداست نداره، بهش تذکر میدی، یادآوری میکنی، عکس شطور سواران نشون میدی، فلان میکنی، عمت خواهد، از اینجا باید چون شروع کنی؟ شما تا موقعی که شطور سوارا، صحراگردا، تو خانه شما با لچک، ایران آزاد نمیشه. چون اون لچک ظاهر مغزشو پوشونده، از درونم اون مغز پوشیده که نیست، هیچ پوسیده است. تو باید ننت شروع کنی کارو، همون کاری که بچه های دیگه کرد. این نسل نو نیکا، سارینا، مهسا، کیان عزیزم، مجید رهنورد، شکاری، این نسل جدید، این نسل جدید از ذهنشویی خانواده ها عبور کرد، به اینجا رسید. حالا هم شما باید این کار رو بکنید. اگر ایران آزاد نمیشه، این پیرپاتالایی که همچنان چسبیدن به حج رفتن و خدا رو فقط در اسلام میبینن و در مکتب تازی و در کربلا و نجف، باید آدمشون کنید، باید آگاهشون کنید. اونجاست که به همه چیز دست خوشحال بده. هستیم که در کنار شما هستیم. انگیزه شما چی بود وقتی که شروع کردیم به انگیزه من این بود که صدا داشتم و این صدا هرز نره و تحت تعلیم یه استاد بزرگی قرار بگیره، چون اصلا من همیشه این بودم باید خودم باشم، نه ادا دارم، نه تقلید کنم، اون چی که هستم و
اون چیزی که برای من مهم بود مردم بودن، که باید مردم رو من جلب کنم. من که مخالف نمیدونم، گفت نیش اقرب نداره که این هست، اونم یه راهی میره، اقتضای طبیعتش اینه، اونی که میزنه و اذیت میکنه اینا، اون یه راهی برای خودش میره. من نمیگم بده با اون راه خوبه برای خودش، ولی برای من بد بود. من دوستشم محبت کنم، عشق کنم، دوستی کنم، رفاقت کنم، اینا رو من دوست داشتم. به اینا رسیدم. ببینین شما وقتی میخوای بالا کوه، هدفت اینه که به قله برسی، وگرنه سرازیری اومدن از کوه که مهم نیست. تو سرازیر میای، خستم نمیشی، ولی اونی که داره میری به قله میرسه، اون هدف داره، هدف قله است. من هدفم همون بود. من اسمم نمیخواستم گلپایگانی بمونه. من میخواستم یک گلپایی برای خودش تو این فامیل درست بشه، و من اینو به وجود آوردم. خوشبختم که تونستم دل مردم به دست بیارم. 40 ساله من به همه کار خواستم بر علیه من بکنن، ولی من سکوت کردم، عشق کردم با همه اونایی که بد بودن با من، و نمیدونم چه خصوصیت، چرا، چه سودی براشون داشت، ولی من با همه اونا خوبی کردم، هنوزم خوبی میکنم اگر اونا بدی کنن. بعد 40 سال تاریخ قضاوت خواهد کرد که من چه کردم، دیگران چه کردم. مهم اینه. مرسی از جوابتون. و از سن چند سالگی شما متوجه شدین که دوست دارین تو این زمینه ادامه بدین؟ و من از سن 4 سالگی 5 سالگی میداشت، صدا داشتم، میخوندم بل. مثل پسر آقای اوستا که الان میرخصه با اون قشنگی. بل. من هم صدا خودم که حس میکردم صدا دارم، ولی شعر بلد نبودم، به ادبیات آشنا نبودم، بالاتر از همینا به عشق ما نمیفهمیدم، محبت نمیدونستم، ولی اینا رو یکی جایگزین کردم، تونستم حالا لااقل یه گلپا کوچولو باشه، گلپای بزرگ. بله. و خوشتیپی یکی دیگه از شاخصهای استاد گلپایگانی بوده. ما با عمر یزدان پاک از چاش. آیا وقتی که شروع کردین فکر میکردین که انقدر محبوب بشین و مردم به شما علاقه مند بشن؟ من کاری با اون نداشتم. من یه هدفی داشتم که به اون هدف برسم، به اون هدف رسیدم. خوشبختانه مردم قدر اون هدف رو دونستن، دیدن من نه خودفروشم، نه پولکی هستم، نه چیز دیگه، من فقط به عشق، اون موقع که میخوندم به عشق میخوندم که دل مردم رو شاد کنم، شعر قشنگ به یه مردم، ادبیاتم رو خدمت کنم. ولی بعد یواش یواش دیدم دیگه حالا بعد به جوان ها خدمت کنم، جایگزین کنیم اونا رو. این هدف من بوده، من به اون رسیدم، من احتیاجی ندارم دیگه کار دیگه بکنم. ببینید من گلپا شدم، تاریخ قضاوت میکنه، نه بشینم من خودم بگم من نه، تاریخ قضاوت میکنه که چی کار کرد. خودم رو نفروختم، گفتن آقا نخون، من چون ایران دوست دارم، گفتم چشم، چون دوست دارم مردم ایران رو دوست دارم، گفتم چشم. یک نفر پیدا نمیشه بگه گلپا به ما یه بدی کرده، خودشون میدونن به من بدی کردن، ولی من خندیدم و دوستی کردم، جایگاه و برگشتن. ببینین 40 سال اول، 50 سال اول چرا مردم گمراه شده بودن، گلپا نمیگفتن، چرا رفتن دنبال، اصلا میگفت موسیقی.